حالا به این فکر کردین که از گوشی سامسونگتون حرفه‌ای تر استفاده کنین؟ سلام دوستان، من آسمان عسکری هستم از فروشگاه اینترنتی 19 کالا. قراره توی این ویدیو برای شما چند تا ترفند خفن از گوشی های سامسونگ بگم، پس تا آخر این ویدیو همراه ما باشید. میانبر محبوب کنترل زد رو خیلی از شما شاید بشناسینش و میشه اون رو توی کیبورد گوشی سامسونگتون هم داشته باشین. راه حلش اینه که با دوتا انگشت روی کیبورد به یک سمت بکشین تا حرف آخری که نوشتین رو حذف کنه. برعکسش هم همینطوره. انتخاب تم. اگه از محیط کاربری پیش‌فرض گوشیتون خسته شدین، همین حالا وارد تنظیمات شده و گزینه تم رو انتخاب کنین. حالا با دنیایی از تم‌های مختلف روبرو میشین که از والپیپر گوشی گرفته تا آیکون‌هاش شخصی سازی شده و حس و حال تازه‌ای به گوشیتون میده. میانبرها. نوار کنار صفحه هم یکی از اون ویژگی‌هایی که شاید خیلی از ما ازش استفاده نکنیم، ولی راستش رو بخوایم واقعاً کاربردیه. مثلا میشه توی این قسمت علاوه بر اپلیکیشن‌های کاربردی، آب و هوا، هر چیز دیگه رو که لازم دارین رو اضافه کنین. برای فعال کردنش هم توی تنظیمات گزینه نمایشگر رو پیدا کنین و اج پنل یا پنل‌های کناری رو فعال کنین. دسترسی به تاریخچه اعلان‌ها. بارها پیش اومده که یه پیام اومده برامون و بعدش پاک شده. حالا به نظرتون رای هست که بشه ببینیم کی بوده و چی گفته؟ آره هست. وارد تنظیمات بشی و توی بخش اعلانات یا همون نوتیفیکیشنز تنظیمات پیشرفته رو انتخاب کنین. اگه اینجا گزینه نوتیفیکیشن هیستوری یا تاریخچه اعلانات رو دیدین، یعنی گوشی شما این قابلیت رو داره و فقط کافیه که فعالش کنید. دوتای کردن اپلیکیشن ها. اگه گوشیتون دو سیم کارت باشه، میتونین از پیام رسان هاتون و شبکه‌های اجتماعیتون دوتا داشته باشین. مسیرش هم اینه: تنظیمات، تنظیمات پیشرفته و بعدش دو پیام رسان. گلکسی عادت های شما رو بلد میشه. اپل یه ویژگی جالب از iOS 15 به دستگاه‌های خودش اضافه کرد که رفتارها و عادت‌های شما رو یاد می‌گرفت. سامسونگ هم با مودز اند روتینز این قابلیت رو توی وان یو آی 5 به گوشی‌هاش اضافه کرد و البته که قبل‌ترها به اسم بیکسبی روتینز شناخته می‌شد. ژست‌های حرکتی. به نظر جالب میاد که بشه با دو بار زدن روی صفحه گوشی رو خاموش کرد یا نه، یا مثلا اگه پیامی براتون اومده و یادتون رفته جواب بدین، با برداشتن گوشی دوباره اون اعلان رو ببینید. خب به این ترفندها اصطلاحاً ژستچر یا ژست‌های حرکتی گفته میشه که از توی تنظیمات ویژگی‌های پیشرفته، حرکات و اشاره‌ها میشه اون رو فعال و شخصی سازی کرد. سلفی گرفتن با یک دست. بهترین و خفن‌ترین ویژگی سامسونگ به نظرم همینه که میشه با نمایش کف دست به دوربین باهاش سلفی گرفت. اینو یادتون باشه که دیگه اگه توی مراسم می‌خواستین عکس دست جمعی بگیرین، دردسری نداشته باشین. دوربین گوشی رو باز کنین و توی بخش تنظیماتش دنبال روش‌های عکس گرفتن یا شاتر متدز بگردین. حالا توی این بخش گزینه‌های مختلفی رو می‌بینین که یکیشون نمایش کف دسته. گیم لانچر. با اینکه سامسونگ مثل شیائومی و برندهای دیگه خیلی هوای گیمرها رو نداره، ولی خب گیم لانچر رو هم توی تنظیمات گوشی‌هاش میشه پیدا کرد که همه ی گیم ها رو یکجا براتون میاره و چند تا قابلیت کاربردی رو هم در اختیارتون میذاره. برای پیدا کردنش هم کافیه بخش ویژگی‌های پیشرفته رو باز کنین و اونجا دنبال گیم لانچر بگردین. ترفند افزایش کیفیت صدا. هر چقدر سامسونگ از اسپیکرهای معمولی تری توی گوشیهاش استفاده میکنه و شیائومی میره سراغ بهترین ها، ولی توی تنظیمات نرم افزاریش واقعا کامل و بی نقصه. برای تنظیماتش هم کافیه ساوند اند وایبریشن یا صدا و لرزش ها رو پیدا کنید و گزینه ساوند کوالیتی اند آفرز رو انتخاب کنید. توی مقاله 4 مود مختلفش رو کامل توضیح دادیم، پس از دستش ندید. تغییر استایل نمایش اعلان ها. اینو هم خیلی بهتون پیشنهاد میدم، چون با استفاده از این ترفند همیشه منتظر میمونین که پیام های جدید بیاد براتون. توی تنظیمات گوشی بخش اعلان ها رو انتخاب کنین و بعدش روی گزینه تنظیمات اعلان باز شده کوتاه کلیک کنین و با وارد شدن به بخش اج، لایتینگ استایل یا سبک نور صفحه کناری، استایل و رنگ مورد علاقه خودتون رو پیدا کنین.
مخفی کردن اپ ها و فایل ها. پوشه امن هم از اون ویژگی هایی که فقط توی گوشی های سامسونگ میشه پیداش کرد و کلی قابلیت های خفن داره. از مخفی کردن اپ ها گرفته تا عکس و ویدیو. برای پیدا کردنش هم کافیه توی تنظیمات گوشی بیومتریک و امنیت رو باز کنید و گزینه سکیور فولدر رو انتخاب کنید. تبدیل گوشی به پاور بانک. اگه گوشی سامسونگ شما از سری های قدیمی، پرچم‌دار یا قاتل پرچم‌دار باشه، قابلیتی رو توی اون خواهید داشت که میشه از پشت گوشی به عنوان دک شارژ وایرلس استفاده کرد. برای فعال کردنش هم کافیه از توی نوار اعلان‌ها روشنش کنید. اینو هم بگم که اگه گوشیتون شارژ معکوس نداره، از سیم دو سر تایپ سی هم میشه استفاده کرد. زمانبندی حالت تاریک. اگه دوست داریم برای شبها حالت تاریک گوشی فعال باشه و روز که میشه به همون حالت عادی برگرده، این مسیر رو طی کنیم. تنظیمات، صفحه نمایش، حالت شب. حالا که توی تنظیمات این بخشین، میشه برای زمانبندی رو هم در نظر گرفت که مثلا از غروب تا طلوع آفتاب به صورت خودکار فعال بشه. تغییر بک‌گراند تماسا. اگر از دو سیم کارت روی گوشیتون استفاده می‌کنید، پیشنهاد می‌دم حتما از بک‌گراندهای متفاوتی استفاده کنید تا وقتی که گوشی زنگ می‌خوره یا حتی از سیم کارت دوم استفاده می‌کنید گیج نشید. راه حلش هم اینه: تنظیمات اپلیکیشن تماس رو باز کنید و پس زمینه تماس رو انتخاب کنید. نمایش زیرنویس. استفاده از زیرنویس توی گوشی‌های سامسونگ هم یکی دیگه از ترفندهای این ویدیوه که برای دیدن فیلم‌های زبان انگلیسی کاربردیه. توی تنظیمات گوشی قابلیت‌های دسترسی رو پیدا کنید و وارد بخش بهبود شنوایی بشین. از اینجا میشه زیرنویس زنده رو فعال کرد. گرفتن اسکرین شات با کف دست. شاید دیده باشین که با کشیدن دست از یک طرف صفحه به اون طرف صفحه میشه اسکرین شات گرفت. حالا چجوری فعالش کنیم؟ خیلی ساده است. تنظیمات گوشی، ویژگی های پیشرفته، حرکت ها و ژست ها و در آخر پالم سوایپ تو کپچر رو فعال کنید. برای آخرین ترفندم جا داره اپ گودلاک رو معرفی کنیم که به صورت اختصاصی برای کاربرهای سامسونگ ساخته و طراحی شده و میشه باهاش هر جوری که بخوای محیط کاربری رو تغییر بدین. پیشنهاد میدم اصلا از دستش ندید. امیدوارم که این ویدیو برای شما کاربردی بوده باشه. اگه شما هم ترفند یا قابلیت های دیگه از گوشی های سامسونگ میدونین، برای ما کامنت کنید.